دیگر در جمعشبی دیگر باز هم بحث تلخ تحریم که البته قشر آسیب پذیر که وظیفه‌ش باید آسیب بپذیر اسمش روشه کارمندان دولت همینطور، اما من نگران این هستم که این تحریم ها یقه مقامات بالای رژیم رو هم یه وقتی بگیره. از تصور این که آقای خامنه ای پنیر گیرشون نیاد یا آقای خاتمی کله گیرشون نیاد یا آقای مصباح یزدی ماست گیرش نیاد گاهی من رو دوچاره نگرانی میکنه و این تحریم میدونیم که روی نرخ‌های مربوط و نامربوط هم اثر میذاره، حتی روی خدمات هم اثر میذاره. ببینید نرخ نماز روزه استیجاری، یعنی که پول بدن یکی براشون نماز بخونه یکی به جاشون روزه بگیره، یه موقعی بوده یک سال نماز 200,000 تومان، یک سال روزه 150,000 تومان که اون زیرش هم رد کرده. ضمناً در آینده امکان افزایش قیمت وجود دارد، حالا با این تحریم ها بیگمان قیمت نماز روزه وکالتی یا استیجاری نمیدونم میشه، مثل این که نماز روزه رو میشه این کار کرد که یه پول بدی یکی دیگه برات بکنه بگیره، اما خب مثلا صیغه رو نه، صیغه رو خودت باید بکنی و پول بدی و صیغه کنی. نماز روزه رو هم من نمیدونم، یه نفر که پول میگیره نماز بخونه اون وقت خودش میره جهنم، اون کسی که پول داده میره بهش یا نه، میتونه که دو بار نماز بخونه، یه بار برای خودش یه بار برای، اما روزه رو نمیدونم دیگه، یه بار هم زون بیشتر نداریم. به طرف اگر برای پولی که گرفته روزه بگیره نمیدونم تکلیفش با وضعیت خودش در اون دنیای چی میشه، شاید روز قیامت مجبورش کنن که مثلا یه ما مفت و مجانی روزه بگیره. دعا نویس ها نرخش میبردن بالا به دلیل اینکه خب باز میگن تحریم، یه دوست تحصیل کرده من رفت دوده بشه دعا نویس، تحصیل کرده ها میرن، الان آمار ما داشتیم که 80% از تحصیل کرده های ما خرافاتی هسته، البته تعدادشون زیاد نیست چون تحصیل کرده زیاد نداریم، اما برخورد دولت هم با دانبیسا البته شدیده، یعنی اینجا خبر هست دانبیس قلابی دستگیر شد و مقامات قضایی استان قزوین میرانی دنبال شکایت مردی به دادسرای فلان، بعد باز یه دونه دیگه اینجا هستش که دانبیس قلابی در نظرآباد دستگیر شد و این خودش نمونه اینی که رژیم جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با دعا نویسای قلابی مبارزه میکنه، اونا دستگیر میکنه و این به وضوح مشخص میکنه که دعا نویسی درسته باید باشه اما قلابی نباید باشه. حالا قلابی هاشونی که مثلا دعا میکنن که وضعیت خوب بشه بعد ما دعا مستجاب نمیشه، واقعی هاش اونایی هن که لابد دعا میکنن وضعیت خوب بشه بعد میگیرن اعدام میکنن، نمیدونم اینجا، اما هستش یک فتوا پرسیدن از آقای خامنه ای رهبر محترم جمهوری اسلامی که آیا پرداخت و دریافت پول در قبال نوشتن دعا جایز است؟ یعنی های دعا نویسا کارشون قانونی مجازه، می فرماین دریافت یا پرداخت مبلغی به عنوان اجرت نوشتن دعای وارده اشکال نداره. این هم درویش عبدالحمید
دهانویسیه که ماشین های گم شده رو هم پیدا میکنه. انشاءالله تخصصش در رشته پیدا کردن ماشین های گم شده است که البته گمان میکنم جمهوری اسلامی دولت باید طبقه بندی کنه این دهانویس رو که بنز رو پیدا میکنه که ولکس واگن پیدا میکنن یا ماشین دست دوم دزدی رو پیدا میکنن یا به هر حال این هم یک دهانویس دیگر دانویسی دیگری هستی در کوچه آزادی. خب به هر حال از آزادی یک کوچه باقی مونده بود که این کوچه هم در 200 متریش این دانویس عزیز کربلایی هست که ما شمارش رو احتیاطا پاک کردیم که روشن فکران و تحصیل کرده های خارج از کشور یه مقدار یه موقع حوث گشایش تو کارشون نکنند. تو این تابلو ببینید لیول بازکنی هم در کنارش هست و این خودش نشون میده که در حال حاضر فقط پزشکی و روان پزشکی ما هستش که با دعانویسی حل میشه. هنوز کار فنی لوله کشی لوله بازکنیمون دعایی نشده. در آینده اون هم درست خواهد شد که میگه مثلا دعا رو لوله کنیم و زیم فرو کنیم توی لوله دستشویی این دعا باز میکنه و میبره. بعد عرضم به خدمتتون که از این دهانویس ها که بگذریم افراد سادلوه و این بابا های شناسایی می کرده و برای گوشایش در کارشون یا آوردن خواستگار به خونه دخترشون و خواستگار دخترشون این دهانویسی رو میده بهش مراجعه میکردند و اونها. آقا اینجا یک دهانویس خیلی مهمی هستش شیخ ابو مفید قومی که در مورد قبولی در کنکور جهل در خدمت دانش و این آقای شیخ ابو مفید قومی از نگاه بزرگان حضرت آیت الله بهجت نوشتن سلام بر او پرانتز شیخ ابو مفید قومی و برکات خدا شامل حالش باد از قول مقام معظم این رهبری نوشته سفارش میکنه او را شیخ ابو مفید قومی را تو پرانتز که مرا از دعاهای خیرش فراموش نکند. با اینکه رهبرم ازم نمیخوان تو کنکور قبول بشن و ظاهرا بی کنکور همه مدارج علمی رو طی کردن باز محتاج دعای شیخ ابو مفید قومی هستن. آیت الله علامه کاشانی همینطور و با دستور قرآنی و نوشتن دعا قبولی 100% در کنکور. یعنی اگر طرف تو کنکور رد کردن میتونه برداره ببره همین مدرک آیت الله قومی رو و بگی که 100% ایشون من رو در کنکور قبول کردن. این خبر رو که داریم برمیگردیم به خبر این که سفیر سوئیس در جمهوری اسلامی یک خانم خیلی محجبه رو ماموران انتظامی در یک ده مرزی در گوشه از ایران دستگیر میکنند. معلوم نیست بعد میگن با نظر خود مقامات بوده. این سفر البته در اروپا اگه سفرهای جمهوری اسلامی هر جای کشورها بیرن کسی اصلا جلوشون نمیگیره. پلیس فقط موقع اینا رو متوقف میکنه که از چراغ قرمز رد میشن یا بارونی سرقت میشه در فروشگاهی از این چیزا اتفاق میفته. در غیر این موارد کارش ندارن. اما این خانم سفیری سوئیس رو اونجا دستگیرش میکنن بازجویی میکنن بعدم نگفتن چرا. من که حدس میزنم این ترس تحریم ها میخواسته از ایران فرار کنه و احتمالا به سوئیس پناهنده بشه.